انسان مسلمان یک دیندار و یک دعوتگر سست میشه چه عواملی وجود داره؟ اول افراط ورزی و سختگیری. ما را اسلام نخیل اجازه به ای داده که ما افراط بکنیم، نخیل سخت روی بکنیم، یعنی هم اجازه تندروی را نداده و هم اجازه کندروی را نداده، مخالف هر دویش است. تند اگر رفته هم اشتباه است، اگر کند رفته هم اشتباه است. بین تند و کند یک موقعیتی است که باید این مسیر را باید ادامه بده. در غیر صورت اگر مسیر تند باشه، مسیر یک زمان خوب سری می باشه، اما چرخه کار و دنداری و دعوتت خوب سری می باشه، اما زمان فرا می رسه که باز او سرعتت از 100 به 5 پایین میشه. همیشه سختگیری دو نتیجه بد داره، یا سرعت انسان را از 100 به 5 جدا پایین میکنه، یا سرعت انسان را کاملا متوقف میسازه همیشه. و اگر کند باشی، انسان نمیتونه با وسایل خود، با تمام برنامه های خود، نمیتونه به اهداف واقعی که داره یا کدام نتیجه یا فرجام و انجام را که انتخاب کرده که ما باید دو جبه رسون باز نمیرسه. کند رفتن هم اشتباه هست. گاهی اوقات ما بالای خود سخت میگیریم، بالای خود سخت گیری میکنیم، او سخت گیری باعث میشه که ما سرعت ما از 100 به 10 پایین میه، یا سرعت کاملا متوقف میشه، کاملا استاده میشه، کاملا ماشین جام میشه، مثل که موتر جام میشه، کاملا باید استاد شوی، کاملا باید متوقف شوی، کاملا باید برنامه‌ت از سر ریخته شوه. حتی گاهی اوقات باعث ترک عمل میشه، کاملا عمل را ترک میکنه. ترمذی یک حدیث، ببخشید، احمد یک حدیث را روایت کرده، مسند احمد، رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما درس داده که از افراط کردن و از زیاده روی، معنای افراط زیاده روی هست، از این به دور باشن، به خاطر اینکه امت‌های گذشته افراط کردن هلاک شدن، زیاده روی کردن هلاک شدن. نباید شما زیاده روی بکنید. در هر چیز اگر زیاده روی صورت گرفت، نهایتش سستی هست. در خوردن، در نوشیدن، در تفریح کردن، در درس، در دعوت، در مسئولیت ها، به هر اندازه ای که زیاده روی صورت گرفت، به مو اندازه خودت از مسئولیت پس میمانی. این سرعت بودن نیست، این معنایش این نیست که انسان خیلی فعال هست، معنای فعال بودن نیست. حالا اگر انسانی که شب و روز زحمت میکشه، شب و روز فعال هست، این فعال بودن یزی اگر در آینده مثمر نباشه، در آینده این سست شوی، فعال بودن هیچ درد در دوام نمیکنه. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، بهترین اعمال نزد پروردگار او اعمالی هست که کم باشه دوامدار باشه. اما رو تهجد را یک انسان شبانه 8 رکعت نخونه، 2 رکعت بخونه، هر شب بخونه. اما رو تلاوت قرآن کریم را در ماه یک بار 3 جز تلاوت نکنه، او را هر روز یک صفحه تلاوت بکنه، یعنی بهترین هست. ولی ما گاهی وقت تندروی میکنیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه هلک المتنطعون، میگه افراط کننده ها هلاک شدن، واقعا که هلاک شدن. کسایی که بالای خود سخت گرفتن، الله متعال بالایشان سخت میگیره. و یادتان باشه شما داستان بنی اسرائیل را مطالعه کردین، اونهایی که بالای خود سخت گرفتن، در سوال کردن از پیامبر یا از پیامبرای خیش، در سوال کردن و در پرسش زیاده روی کردن، حکم بالایشان سخت شد، رفت سخت شد، بالاخره که نتوانستن که حکم را انجام بدن. پس یکی از عوامل سستی امیم ایش که انسان بالای خود همیشه افراط و سخت گیری میکنه. نباید سخت گیری بکنه. دیشب یک کس زنگ زد بود، شب تا صبح درس میخوانم، اشتباه هست که گفته که درس بخونه از شب تا صبح. شب برای خواب هست، روز برای معیشت و زندگی هست، که کس معیشت بکنه، زندگی بکنه، کار بکنه، زحمت بکشه، تلاش بکنه و درس بخونه. شب برای خواب کردن هست، هر چیز در جایش. در غیر صورت اگر هر چیز را ما به جایش نگذاریم، ظلم هست. عدالت به این معنی که هر چیز را در موقعش، در جایش با کار بردن. خلاف ازیرا با ظلم گفته میشه، بالای خود ظلم میکنه انسان. بازی انسانی که از طرف شب بیدار بوده و درس خونده، از طرف روز از تمام کارها عقب میمونه. این شب تنها یک کار را انجام داده، یک کار که مطالعه کرده تا اخیر شب را، و تهجد را خونده، استراحت کرده، فردا نماز صبحش ازش میگذره، تجارت و معاملاتش از مردم هم میگذره، برنامه ها و مسئولیت های دینی که داشته باشه هم ازش میگذره، به خاطر یک کار ده کار دیگر ترک میکنه. پس یکی از عوامل سستی همی هست که ما تندروی میکنیم، ما افراط میکنیم و ما زیاده روی میکنیم. و این همگاه اوقات از معنای افراط ما یک معنای غلط دیگه ای رو میگیریم، میگه درست است دیگه ما زیاده روی نمیکنیم، دفعه کند روی رو شروع میکنیم. مفاهیم را نباید ما اشتباه درک بکنیم، یعنی به این معنا نیست که ما گفتیم افراط نکنیم دیگه، ما از این به بعد تهجد، من دیگه از این بعد خوابا رو پر میکنم، دیگه تهجد باشه که باز من از مسئولیت ها باقی نمونم. نه خیرتون گفته نمیشه، هر چیز تعادل
و متوازن بودن باید مد نظر گرفته شد. دوم چیزی که از عوامل سستی هست و سستی رو بنا میکنه و آغاز سستی و تنبلی و کسالت انسان ها هست، اسراف در بهرهگیری از امور مباح. درس از اون روزی که دمیجه شروع شده همیشه در مورد امور مباح یادآوری کردیم. ما گاه اوقات در امور مباح بی نهایت افراط میکنیم، آنقدر صحبت میکنیم که خود به خود به مردم خود را معرفی میکنیم که من بی نهایت بی عقل هستم، بی خرد هستم. آنقدر گپ میزنیم، آنقدر میخوریم که به مردم خود به خود میفهمونیم که در لیست شکمبوها نام اول نام ما هست. آنقدر میخوابیم که خود ما در لیست کسالت ها و تنبلا باید نمره اول باشیم، باید حرف اول را در کسالت تنبلی ما و شما بزنیم. یعنی به اون اندازه افراط میکنن. در هیچ چیز افراط درست نیست. در امور مباح فرو رفتن، چرا انسان سست میشه؟ به خاطر اینکه او انسانی که همیشه در مباحات افراط میکنه، او راحت طلب آموخته میشه. انسان راحت طلب کارهای سخت را کردن نمیتونه. و کسایی که ایمان واقعی و محکم و استوار نداشته باشن، در مواقعی که سخت باشه با سست میشن، با تنبل میشن، با عقب میشن، باز بالاخره نتیجهش این میشه که سقوط میکنن. به او خاطر راحت طلب ها همیشه تنبل میباشن، راحت طلب ها همیشه کسل میباشن، همیشه سست میباشن، همیشه تنبل میباشن. او کسایی که خود را به سختی تربیت کردن، باز از راحتی یک نوع راحتی را برای خود شرم میپندارن، برایشان ننگ معلوم میشه، گویا زندگی کردن برایشان تو بی مفهوم میشه، نمیفهمن. چرا که مفهوم زندگیشان فقط خوردن، فقط نوشیدن، فقط ازدواج کردن و در نهایت وفات کردن و رفتن از این دنیا. ترمذی حدیث روایت کرده، رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه بدترین ظرفی که بنی آدم آن را لبریز میکنه ظرف شکمی او هست. گاه اوقات وظیفه ما خوردن میباشه. خوردن وظیفه نیست که وظیفه باشه. خوردن در ضمن کارها کسی سست میشه، تنبل میشه، کمی بخوره، یک وظیفه اساسی نیست و به این معنا هم نیست که کاملا خوردن ترک شوه. الله میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، شما بخورین و بنوشین، اسراف نکنین. پس هیچگاهی در خوردن و نوشیدن خود اسرافکاری و زیادروی انسان را به نهایت تنبلی و کسالت میکشاند. دیگه اموری که باعث میشه که انسان سست و تنبل و کسل میشه، گروه گریزی هست و گوشه گزینی هست. گاهی اوقات ما از یک جمع فاصله میگیریم، از یک جمع متدین، از یک جمع متعهد و گوشگیر میشیم، در یک جای تنها میمونیم. میگه من خودم تنها کار را پیش برده میتونم، به اصطلاح ما و شما غزنچا پدرت پیش برده نمیتونه. هیچگاهی هیچ کسی به تنهایی به جای نمیرسه. باید در پهلوی رسول الله ابوبکر باشه، پیامبر خدا هست. در پهلوی رسول الله باید خدیجه و عایشه باشه. در پهلویش باید بلال و صهیب و سلمان باید باشه. تنها پیش رفته نمیتونه. باید در پهلویش دستور میده که حتی رسول الله گاهی اوقات کسی که مسلمان میشه رو دستور میده که برو کار بکن، زحمت بکش، دیگه کسا رو در این جمع داخل بکن. به تنهایی نمیشه. چرا؟ وقتی که یک انسان گروه گریزی میکنه یا گوشه‌گیر میشه، او سست میشه، چون توانایی تحمل همه کارها رو نمیداشته باشه. حالی یک جای ضرورت و نیاز میشه که از یک کسی مشوره بگیری. تو خودت مشوره، خودت مشوره میدی، از کسی مشوره نمیگیری. اون مشوره ایت اشتباه میشه، تا یک مسیر یک ساله و شش ماهه تا یک زمان تعقیب میکنی، بالاخره عقب می. ولی اگر مشوره گرفته باشی یک انسان خیر، یک انسان مؤمن و یک انسان امانتکار، او برات میگه این مسیرت اشتباه است. مسیر که اشتباه بود، خود به خود تو مسیر را ترک میکنی، شش ماه بیهوده زندگی نمیکنی. پس گاهی اوقات ما گوشه‌گیر میشیم یا گوشه‌گزینی میکنیم، از مردم از لبگزینی میکنیم، که همیش اشتباه است. چرا که مسیر طولانی دوستای متعهد کار داره، انسان‌های متعهد و با تقوا کار داره، که گاهی اوقات به مشوره نیاز هست، گاهی اوقات به پول نیاز هست، گاهی اوقات به احوالگیری نیاز هست، گاهی اوقات به دلتسلی دادن نیاز هست، گاهی اوقات به تشویق و ترغیب و ترهیب و توصیه به صبر کردن نیاز هست. ورنه انسان خیلی زود سقوط میکنه. اما سالی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله عنها و ابو طالب را از دست داد، به نام چی مسمى شد؟ عام الحزن، سال غم. چرا که رسول الله خیلی متکی به اونها بود، خیلی متکی بود و واقعا حامی های سرسخت پیامبر اینها بودن، چون او میفهمید که اینها مرا خیلی حامی ما بودن. اما رسول الله که در چی داخل میشه؟ در حجره خود یک روز از دعوت خیلی یعنی بالش فشار وارد شده، نزد خدیجه میره. خدیجه برش میگه، میگه رسول الله، میگه غمگین نباش، تو کسی که استی خوبی میکنی، صله رحمی به جا میاری، هیچگاه تو شکست نمیخوری،
بگذار که مردم با تو بدی بکنه، مسیر تو مسیری خیلی طولانی هست. یعنی او گپ دل تسلی پیامبر میشه، چون این با یک کسی بود که از این مشوره گرفت و بالاخره حرکت کرد و عامل سستیش نشد. چرا که به ما دستور یافتیم، شما ببینید همیشه کلماتی که ما را به سوی عمل نیک تشویق میکنه کلمات جمع است، یا ایها الذین آمنوا عملوا ولا تنازعوا، شما از پراگنده نشین و تعاونوا، تمامش کلمات جمع خودت را نگفته همیشه، یعنی باید یک جمعی کار را انجام بده. اگر جمع متفرق شد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم، هیبتتون از بینتون میره، اما جایگاهتون، منزلتتون، اما هیبتی که شما نسبت به مردم دارین از بین میره. پس با تو انسان ها باشن، وقتی که با تو انسان ها شما بودین، شما عمل پیدا میکنین، کار پیدا میکنین. وقتی که تو انسان ها شما رو وظیفه داد، شما میتونید که در مسیرتون حرکت بکنین. اگر تو انسان ها در کنارتون نباشه، شما گاه اوقات در یک جای خواب میمونین، کسی نیست که شما رو بیدار بکنه. شما یک جای سست میشین، یک کسی نیست که برای شما بگه که با سستی زشت هست، سستی بد هست، سستی نهایتش پشیمانی و ندامت هست. امو خاطر است که گاه اوقات انسان گوشه‌گیر میشه، وقتی گوشه‌گیر شد باز سست میشه، نمیتونه که در تمام مسئولیت های خود برسه، حتی مسئولیت های شخصی خودش هم نیاز به با کس مشوره بکنه. دیگه از عوامل سستی کم اندیشیدن در مورد مرگ و آخرت هست. از دیروز 24 ساعت تا از دیروز تا به این لحظه مرگ در ذهنتون خطور کرده؟ مچو الا ماشاءالله. از دیروز تا به الحال 24 ساعت گذشته، آیا مرگ در ذهنتون خطور کرده که یک نماز آخرین نماز می باشه؟ این اگر ایره ما در هر درس یادآوری میکنم، اگر انسانی امروز آخرین روز زندگیش باشه، آیا آماده پاسخگویی به پروردگار هست؟ نه. ما تصفیه حساب امروز خود را نداریم. یک تصفیه حساب درست کرده باشیم و با خود محاسبه کرده باشیم که امروز من برای مرگ آماده هستم، چه برسه به یک عمر 20 سال، 23، 24، 25، 30، 50، هر چقدر که گذشته، از این خو اصلا ما محاسبه و یک حساب و کتاب با خود نداره. کم اندیشیدن در مورد مرگ و آخرت باعث میشه که انسان سست میشه. چرا گاهی اوقات که تو مرگ به یادت میباشه، نمازت خیلی آهسته میخونی. مرگ که به یادت باشه، آخرت که به یادت باشه، باز نماز رو خیلی به طریقه درست و خیلی خاشعانه و متواضعانه میخونی. در مسئولیت هایت خیلی پابند میشه که از ما پرسان میشه. رسول الله به مو خاطر در ابتدا مردم را از زیارت قبور منع کرده بود. کنتون هیتکم عن زیارت القبور الان فزروها فانها تذکرکم الاخره. ما شما را از در ابتدا از قبر رفتن منع کرده بودم، الان یا حالا بروین به طرف زیارت قبرها، چون آخرت به یادتون میه. اوج کسایی هستند که باز کسایی بودن که دیروز سجده میکردن اما حالا نمیتونن. دیروز میتونستن یک خیر به مردم برسونن اما حالا نمیتونن. دیروز میتونن یک تبسم بروی برادر مسلمان خود داشته باشن اما امروز نمیتونن. دیروز میتونستن که یک صدقه به مردم برسونن اما امروز نمیتونن. وقتی که با این تفکر تو به خاطر زیارت قبر میری و با طریقه مسنون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، خود به خود تو متعهدتر میشی. امروزی که در نماز جنازه اشتراک میکنی، یک کمی مفکوره و کمی فکر آخرت در دلت پیدا میشه، مفید هست. یکی حق المسلم علی المسلم خمس یا ست، که یکیش اتباع الجنائز هست، یعنی پشت جنازه رفتن و جنازه ها رو تدفین و تکفین و تجهیز کردن. وقتی که به این خاطر میری، او آخرت رو به یادت میده، حق مسلمان هست، آخرت به یادت میده. وقتی که برو بالای قبر استاد شوید، مو حالتی که اونها حفر کاری قبر رو میکنن، خودت به یادت میده که یک زمان جای ما همه میجه میشه. اوج باز نه رفیق هست، نه دوستی هست، نه مادری هست، نه پدری هست، نه کدام کسی دوستی سمی پیدا میشه که امروز امون نزدیکترین دوستت در کنارت نمی باشه، اما نزدیکترین دوستت بیشتر بالت خاک میریزه. شاید مدت دو روز یا سه روز بالت عشق بریزن، سه روز بعد فراموش میشه، از ذهنها پاک میشه. یک ماه بعدش شماره تلفنتم از موبایل ها حذف میشه. پس این اندیشه و فکر در انسان که وجود داشته باشه، باز خیلی متعهد به بار میه، باز سست نمیشه، باز تنبل نمیشه، باز در وقت نماز صبح خواب نمیمونه. برو اگر عادت تهجد داشته باشه، باز در وقت تهجد خواب بالش غلبه نمیکنه. او کمپل و لحافه که داره، او بالش گرنگی و سنگینی نمیکنه. او تو انسان متعهد میباشه، با برنامه میباشه، متحرک میباشه، کارکن میباشه، فعال میباشه. پنجم عاملی که باعث سستی میشه، کوتاهی در مسئولیت های روزمره.